در ادامه انفجارها در پایتخت افغانستان کابل امروز را نیز با وقوع یک انفجار دیگر در منطقه کارتنو آغاز کرد به گزارش شیه ووز بنابر اطلاعات منتشر شده توسط پلیس در نتیجه انفجار یک بمب مغناطیسی سه نفر از جمله زیاودان سخنگوی نیروی محافظت عامه جان باخته و یک تن دیگر نیز مجروح شد تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است در ماهای اخیر حملات هدفمند در افغانستان به شدت افزایش یافته است به گفته کارشناسان این احتمال می رود که سنیهای تون روی طالبان با هدف دست بالا داشتن در مذاکراتی که از آن با نام مذاکرات صلح یاد می شود این حملات هدفمند به نظامیان و غیر نظامیان را افزایش داده باشند